حکمی زکات دادن به شخصی فقیر که تا او حج بکند. سوال: آیا جایز است که زکات مالم را به شخصی فقیر بدهم که او حج فرضیش را ادا نماید؟ جواب: الله سبحانه و تعالی مستحقان زکات را در قرآن کریم چنین ذکر کرد: جز این نیست که صدقه ها برای فقیران و بینوایان و کارکنان در جمع صدقات و آنان که دلهایشان الفت داده می شود، یعنی در اسلام ضعیف هستند، و برای خرج کردن در آزادی برده ها و برای قزداران و برای خرج کردن در راه الله و برای مسافران است، حکم ثابت شده از نزد الله است و الله دانا و درستکار است. سوره توبه آیت 60. عالمان اتفاق بر آنند که در این آیت در راه الله آمده است که آن جهاد در راه الله است. پس عالمان بر آن اختلافند که آیا جهاد به حج داخل می شود و یا نه. پس بیشتر علما بر آنند که این خاص برای جهاد است، در آن حج داخل نمی شود. و امام احمد ابن حنبل رحمه الله بر آنند که بر این آیت حج داخل است، با این دلیل که چنین گفتند. از ام معقل رضی الله عنها روایت است که گفت: وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلام از حجۃ الوداع بازگشتند، برای ما یک شتر بود که آن شتر را ابو معقل، یعنی شوهرم، در راه الله بخشیده بود. پس کمی نگذشته ابو معقل بیمار شد و از دنیا درگذشت. پس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلام از حج آمده بودند، به نزدشان رفتم و گفتم: ای رسول الله، هر آینه برای من یک حج است، یعنی من باید حج بکنم. و برای ابو معقل یک شتر بچه بود که آن را در راه الله فی سبیل الله بخشیده بود و گفته بود که این شتر را صدقه کردم، در راه الله بخشیدم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: آن شتر را بگیر، پس با آن رفته حج بکن، زیرا آن در راه الله است. حدیث با روایت ابو داود. و از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: اما البته حج کردن از راه الله است، یعنی حج کردن فی سبیل الله است. و در فتاوای لجنه دائمه آمده است که جایز است که زکات مال خود را برای ادای فریضه حج همبغلان مسلمان صرف کنی و به آنها نفقه بدهی، زیرا این عمل با این آیت کریمه داخل است که الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: و فی سبیل الله، و در راه الله، که آنها از مستحقان مصارف زکات هستند. الله تعالی داناست.